نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد کتیبه‌ای که به زبان عربی باستانی بر روی تخت سنگی در نزدیکی یک مسجد متروک در عربستان سعودی حک شده است، احتمالاً به یکی از اصحاب شهید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعلق دارد. با هم به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. اگرچه تا کنون کتیبه های بسیاری از دوران اولیه اسلام به دست آمده، با این حال مؤلفان آنها به جز در یک مورد معلوم نشده است. باستانشناسان می گویند کتیبه یافت شده که در اوایل قرن هفتم و قبل از تسلط اسلام بر شبه جزیره عربستان بر روی صخره حکاکی شده است و به همین خاطر شاهد مهمی از حجاز پیش از اسلام و پیشینه مذهبی مردم این سرزمین محسوب می شود. بنابر اعتقاد کارشناسان و با توجه به شواهد موجود، این کتیبه توسط حنظلت ابن ابی عامر مشهور به غسیل الملائکه از یکی از صحابی شهید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نگارش در آمده است. یک خوشنویس ترک برای اولین بار در سال 2021 در حال بازدید از مسجدی قدیمی در شهر طائف که گمان می رود توسط امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ساخته شده باشد، متوجه دو کتیبه بر روی تخت سنگی برجسته در ارتفاع تقریبا 100 متری شد. پس از بررسی کارشناسان معلوم شد کتیبه ها به خط پالئو عربی یا عربی باستان نوشته شدند. این خط مرحله آخر الفبای عربی پیش از اسلام محسوب می شود. نویسنده کتیبه بالایی خود را حنظلت ابن ابی عامر معرفی کرده و نوشته است: به نام تو ای پروردگار ما، من حنظله ابن ابی عامر هستم، از تو می خواهم که نسبت به خدا تقوا پیشه کنی. نویسنده کتیبه پایینی نیز خود را عبدالعزا ابن سفیان معرفی کرده و نوشته است: به نام تو ای پروردگار ما، من عبدالعزا پسر سفیان هستم و تو را به تقوای خدا سفارش می کنم. محققان تواریخ سنتی مسلمانان سوابق نسب شناسی اعراب را مطالعه کردند و دریافتند که ترکیب این نام ها بسیار نادر است. آنان می گویند تنها یک نفر به نام حنظله که پدرش ابی عامر نام داشت به چنین اسمی می خورده است. این شخص به قبیله اوس مستقر در یثرب تعلق داشته و در تاریخ اسلام به عنوان یکی از صحابی‌های حضرت محمد برجسته است. مطابق روایات موجود در تاریخ اسلام، حنظله در میان افرادی بود که به پیامبر اسلام ایمان آورد. او بیش از همه به خاطر روایتی که از روزهای آخر زندگیش نقل شده است شهرت دارد. مطابق این روایت او از پیامبر اکرم خواسته بود تا شب پیش از جنگ احد که مصادف با شب عروسیش بود نزد همسرش بماند و به همین خاطر صبح روز بعد به سپاه اسلام پیوست. حنظله در جریان این جنگ به شهادت رسید و از پیامبر اکرم نقل شده است که فرشتگان او را غسل می دهند. به همین جهت در تواریخ اسلامی از وی به نام غسیل الملائکه یاد می شود. استفاده از خط عربی باستان قدمت این کتیبه ها را به اواخر قرن ششم یا اوایل قرن هفتم میلادی باز می گرداند. این مقطع با زمان شهادت حنظله صحابی پیامبر اکرم در جنگ احد در سال 625 میلادی مطابقت دارد. نام شخص دوم عبدالعزا به بت عزا اشاره دارد و بیشتر از این ایده حمایت می کند که کتیبه ها توسط افرادی نوشته شده اند که از پیروان اسلام نبودند. این مشاهدات محققان را به این نتیجه رسانده که به احتمال زیاد حنظله همان کسی است که با پیامبر اکرم مرتبط است و او این کلمات را هنگام سفر به طائف احتمالاً با شخصی به نام عبدالعزا قبل از پذیرش اسلام روی صخره حکاکی کرده است. جیمز مونتگومری، استاد مطالعات عربی و خاورمیانه در دانشگاه کمبریج میگوید هرچند این تشخیص به احتمال زیاد دقیق است، با این حال برای انتساب آن به همان حنظله تواریخ اسلامی باید منتظر شواهد بیشتر ماند.
دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه و کارشناس مسائل پاکستان، از کراچی پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای دکتر نقوی، سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب عرض میکنم، وقت شما بخیر. آقای دکتر، در رابطه با کتیبه کشف شده، اگر توضیحاتی برای بینندگان عزیز لازم میدانید بیان بفرمایید و تا چه حد این کتیبه قابل اعتماد و استناد است، بفرمایید. عرض کنم که خب توضیحات کافی تو گزارش داده شده بود، من فقط یک توضیحات تکمیلی عرض بکنم خدمتتون. ببینید، ما از لحاظ اینکه ما از صدر اسلام منابع تاریخی در حقیقت منابع دست اول از صدر اسلام تقریبا ما نداریم، تمام منابع تاریخی مکتوب ما که منابع کلاسیک باشه از قرن دو، یعنی زمان حکومت عباسی به بعد. ما از صده اول هجری تقریبا هیچ منابع دست اولی نداریم. به خاطر همین کتیبه های اینطوری که به هر حال منابع دست اول حساب میشه، چون اون منطقه رفت آمد مسلمانان بود و در اون زمان مردم مراجعه میکردن، حج میرفتن، سفر میرفتن و خب کتیبه هایی از خودشون بر جای گذاشتن که خب نمونه هاشو تو گزارش هم ما دیدیم. این کتیبه ها به هر حال منابع خیلی مهمی هستن از لحاظ تاریخی که ما رو به تاریخ صدر اسلام و عصر پیامبر نزدیک میکنن. مخصوصا این کتیبه خیلی کتیبه جالبی است از لحاظ محتوا و خط. همونطوری که گفته شد خط پالئو عربیک بهش میگن، یعنی خط عربی ابتدایی، که این خط که بعدها بهش خط کوفی گفته شد، اون خط تازه داره شکل میگیره و این کتیبه تقریبا مال زمان، حالا طبق اون پژوهش که آقای احمد الجلاد انجام داده، ایشون معتقد این خط قبل از تشکیل حکومت پیامبر در مدینه هست. و خب مثلا کتیبه شروع میشه با بسمک ربنا. بسمک ربنا یک عبارتی هست که خب بعد از اسلام کتیبه همه بسم الله داره یا عبارات اینطوری داره، ولی این کتیبه خود همین عبارت بسمک ربنا نشون میده که این شخصی که این کتیبه رو نوشته حداقل در اون زمانی که کتیبه رو نگارش کرده مسلمان نبوده، حالا نزدیک به اعتقادات مسیحی تو هست، یا مثلا اعتقادات حنفا که رایج بود در اون منطقه به اون عقاید نزدیک بوده. خب این خودشون میده که کتیبه مال یک عصری هست، یک مقداری قبل از ظهور که نه، قبل از تشکیل حکومت پیامبر و رایج شدن عبارات اسلامی در جامعه عربی. و خب حالا این کتیبه علاوه بر این، خب کتیبه های بسیار زیاد دیگری هم در این منطقه، حالا اینکه در طائف هست نزدیک مسجدی که حالا منصوب به حضرت امیر هست، و خب کتیبه های بسیار زیادی در این منطقه کشف شده از خود مدینه، خود اطراف مکه و تا مثلا اردن و اون طرف ها کتیبه های بسیار زیادی هست. خب بعضیش از اهمیت بالایی برخوردار است و بله، خب مطالعات زیادی میخواد از لحاظ اینکه خب کتیبه شناسی داخل در باستان شناسی میشه و خب در بله، ممنونم. با تشکر از دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه و کارشناس مسائل پاکستان از کراچی، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.